Onlar sadece çocuklar. Hiçi ne diyeyim ben? دیگه از این واضح تر نمیشه نشون داد. کفر میگفته، هی به خدا، به مسیح حرفای بد میزده. اصلا نمیدونم اینا چیان، جنن چیان اینا وسط بر رو بیاون. سلام رفقا، حالتون چطوره؟ امیدوارم حالتون خیلی خوب باشه و خوش اومدید به یه ویدیو ترسناک بد فریکه دیگه. خب رفقا، امروز یه نابودگر درست کردم قوی تر از دیروز. قبل از اینکه بریم سراغ این نابودگر و ویدیو امروز، اگه به ویدیوهای ترسناک علاقه داری، تازه داری این کانال و این قیافه رو میبینی، اون پایین دکمه لعنتی سابسکرایب رو بزن، زنگوله بغلش هم فعال کن که من ویدیو میذارم شما رو با خبر کنه. و اگرم ویدیو رو دوست داشتی، حتما همین الان اون پایین دکمه لایک رو بزنید، یا اصلا آخر ویدیو اون پایین دکمه لایک رو بزنید که این بزرگترین حمایته. خب دیگه بدون معطلی و حرف اضافه خیلی ملو، بریم سراغ ویدیو ترسناک کلو. خب رفقا، ویدیوهای امروز یه مقداری سبک فرق میکنه. کلن امروز سبکمون یه کوچولو فرق میکنه. ویدیوهای اول یه بچه رو نشون میده که یه سری از قبیله های اجنه توش به ترکی توضیح میده، میان فقط سراغ بچه ها. با هم ببینیم. هیچی نگیگم با بسم الله. میگه یه سری از قبیله ها میان به بچه ها مسلط میشن، یعنی فقط میان برای بچه ها و اذیت کردن بچه ها، نوزادا، بچه های کوچیک که اونا رو میتونن ببینن. چین قبیله سی، این دقت کردید چجوری داره تکون میده؟ میبینی بچه رفت، بچه ازم ویدیو بعدی من دیگه پشت سر هم گذاشتم، اعداد نذاشتم براشون. دو تا پلیسن اومدن یه جستجویی بزنن، بگردن ببینن چه خبره. یهو یه دختر بچه رو میبینن. یاسر 62 دیگه داریم میچرخیم دورو برو. میگه یه چیزی یهو پیدا میکنن وسط تاریکی، حتی یه ذره نور هم نیست، یه دختر بچه کم سن و سال نشسته رو تاپ داره بازی میکنه. میگن بچه جون تو اینجا چی کار میکنی؟ میگه با چی کار داری میکنی؟ میگه دارم با دوستم بازی میکنم، ولی بغل روی تاپ هیچکی نیست، در واقع داره با یه جن که ما بهش میگیم خرزوخان بازی میکنه. یهو تاپه شروع میکنه تکون خوردن. این ویدیو خیلی وایرال شده بود توی بین ویدیوهای پلیسی. میگه بیا با من بیا. پلیسا ترسیدن، کپ کردن. تمام این پلیسا سربازا کلا خیلی اینجور چیزا رو میبینن، ولی بهشون گفتن که بروز ندن. توی این ویدیو یه دوربین بچه کار گذاشتن، یه بیبی کامرا، که برای بچه هایی که تنها جدا میخوابن بیشتر کار میذارن که ببینن. یهو همچین اتفاقی میفته، پای بچه رو یه چیزی میکشه میبره. آخرش هم میگه بابا کمکم کن بابا. آخی ها کنید، قشنگ پا رو یه چیزی میکشه میبره این بچه رو، انگار که مامان باباشم خونه نیستن. واسم بگم ننه بابا، به این میخوره بیشتر مامان بابا داشته باشه یا ننه بابا. نکنی پا قشنگ رو هواه، معلومه داره میکشه میبرتش. ولی این بیشتر به واقعیت میخورد.
توی این ویدیو طرف خواب نصف شب، اینو کلن میدونید، بز نماد شیطانه. اگه دیده باشید معمولا این نمادا که گرده وسطش یه بز نشسته، دوتا شاخ شیطانی هم داره. بز کلن میگن حیوان، کلن حیوانیه که بیشتر برای شیطان پرستی و این چیزا به کار رفته. این نصف شب خوابه، فکر کنید این بلا سر شما بیاد، یهو یه بز میاد تو خونش، صدا رو ببینیم نکنی یه بار دیگه صداش، وای وای وای، انگار آمپلیفایر قورت داده. رفقا بعضی چیزا هستن مثل جن و روح و این چیزا ترسناکن، ولی یه سری چیزا هستن مثل این تو واقعیت اتفاق میفتن، فوق ترسناکن. تو ویدیوی بعدی دو تا زنن، یکیشون میگه آقا جون از انباری هی صدا میاد، این میگه با تو توهم داری میزنی، اسکلی، از انباری صدا نمیاد. شروع میکنه به سلفی گرفتن، میگه بریم ببینیم از انباری چه خبره، این دیوونه شده، خواهیم با هم دیگه بریم تو انباری ببینیم روحه چیه. میگه باشه بیا بریم چک کنیم. بابا نوئل میاد که با هم برن چکش. میگه من واقعا ترسیدم، فریکین اوت. این انباری است، اینجور خونه ها معمولا از این انباری های زیرزمینی دارن، خیلی هم وحشتناکه، همیشه هم تاریکه، یه لامپ نمیزنن. میگه واقعا اینجا چیزی ترسناکی نیست. دارم با هم بحث میکنم، یه صدایی میاد از اون تو، یه ویدیو براتون گذاشته بودم که معروف شده بود به مرد خوکی که توی انبارا توی مثلا سوله ها قایم میشد. این دقیقا همون صدا رو میده، یه کریچره که صدای خوک میده. اینا سکته میکنن، فرار میکنن، میرن. توی این ویدیو دقیقا یه همچین موجودی رو ازش فیلم گرفته. حالا با دقت ببینید، یه چیزی از جلوی ماشین یهو رد میشه، دقیقا مثل همون کریچرهایی که زیر زمین زندگی میکنن. خیلی اینا زیادن، من همش دارم ویدیوهاشونو میبینم. میره زیر ماشین غیب میشه، نکنید، دقیقا هیکلشون این شکلیه، کوتاه، لخت، کبود، نکنید، دقیقا این شکلیه. معمولا توی چاه، زیر زمین، تو اینجور جاها زندگی میکنن. همشون هم انواع اقسام دارن، یه مدلشون خوکیه، یه مدلشون نمیدونم. ویدیوی بعدی دقیقا کریچرا رو پشت سر هم براتون گذاشتم. این ویدیو توی اندونزی گرفته شده، یه سری از محلی ها این موجود رو گرفتن، انداختن زندانیش کردن. نگاه کنید قیافش و صداش رو ببینید، دیگه از این واضح تر نمیشه نشون داد. این دقیقا از همون موجوداتیه که توی جنگل توی انباری ها سر صدا میکنن. خیلی هم سرعت بالایی دارن، قدای کوتاهی دارن. این صدای گربه میده، این موجود گرفتن زندانیش کردن.
خب این ویدیو توی یک کانال اسپانیایی منتشر شده بود. توضیحاتی که زیر این ویدیو نوشته بود من ترجمهش کردم. نوشته بود این پسر رفته توی کلیسا، کارش این بوده، میرفته توی کلیسا برمی‌داشته کتاب مقدس رو برمی‌داشته، یا آتیش میزده یا له میکرده، کفر میگفته، هر جا میرفته توی محلشون کفر میگفته، هی به خدا به مسیح حرفای بد میزده و دیگه آخرین بار اینو میگیرنش، میارن میشونن توی کلیسا. خب چند وقتی نگهش میدارن، بعد میان میشونن توی کلیسا، میفهمن که این بیچاره تسخیر شده، شروع میکنن به جنگیری از این. اینو توی توضیحاتش کامل نوشته بود که براتون گفتم. بعد دیگه ننوشته بود بعدش خوب میشه، نه گردنش رو توجه کنید، دقیقا مثل تمام کسایی که تسخیر میشن گردنشون باد میکنه، انگار یه موجودی این توه داره نفس میکشه، اون جن رفته تو این بدن و اصلا هم شوخی نداره اصلا. چشا کامل سفید شده، صدایی که از خودش در میاره الان میشنوید، اصلا انگار مال انسان نیست. این کارش این بوده که کتاب مسیحی ها رو پاره میکرده، آتیش میزده، هی فوش میداده، مردم جمع شدن که یه استاد اینو جنگیری کنه. چه همچین عصبانی هم برخورد، گارداش ناکنید گردنشو ببینید، انگار یه آدمیزاد تو گردنشه. خب انسان نمیتونه خود به خود گردنشو انقدر بکنه که یافه وحشتناکی هم به خودش میگیره. بسم الله رفقا، اینم بگم اصل داستان جنگیلی برای اروپا بوده، اینا وصلش کردن به عربا و ایرانیا و خاورمیانه. اصل داستان از قدیم توی اروپا شروع شده، یعنی بیشتر این چیزا توی اروپایی ها توی خارجی ها بوده. توی این ویدیو طرف با ماشین اومده توی بیابون یا کجا آباد، یهو یه سری چشم میبینه دارن بهش نگاه میکنن، شوخی میگیره داستانو. اصلا نمیدونم اینا چیان، جنن چیان اینا وسط بر رو بیابون. نگاه کنید، میگه اینا چیان، اینجا چی کار میکنن؟ که وسط ناکجا آباد، واقعا عجیبه. یا معمولا آگاهی ندارن از جن و این چیزا، بیشتر میگن روحه. چشاشونه ببینید، هم سمت راست ماشینن هم سمت چپ ماشین، پشت بوته ها نشستن دارن راننده رو نگاه میکنن. واقعا ترسناکه، نمیدونم این چجوری وایستاده. گازشو بگی برو. رفقا ویدیوی بعدی، من توی ویدیوی قبلی هواپیما رو گذاشته بودم، یه سری اومدن نوشتن که داره سوختگیری میکنه. آخه هواپیما ثابته، ببینید سوختگیری باید حرکت کنه، ثابت رو هوا نمیمونه که. به این فکر کنید که ثابته رو هوا، تکون نمیخوره. یه سری گفتن تبلیغاتی ماکته، حتی ماکت هم باشه باید تکون بخوره، باد باید تکونش بده. این هواپیمایی که توی ویدیو قبلی گذاشتم اصلا تکون نمیخوره رو هوا، اینم یه نمونه دیگه شه. حیوونه نمیدونم چیه، رو هواه همینجوری مونده بین زمین آسمون. تا الان نتونستن دلیل علمی پیدا کنن. من خودم به شخصه فکر کنم 10-15 تا این شکلی ویدیو دارم.
نمیدونم مرغه چیه این، نمیدونم واقعا، فکر کنم یه مرغه یا یه پرنده است. حالا این حرکت میکنه، خیلی هاشون حرکت هم نمیکنن، انگار مثلا توی زمان گیر کردن. ویدیوی بعدی رفقا، کارتون داستان عروسک‌ها رو دیدید؟ این دقیقا همونه. طرف دیره عروسکش یه تکون میخوره، بعد یهو میاد ازش فیلم میگیره، میبینه نه واقعا داره تکون میخوره. اسم این عروسکی چی بود؟ بادی کاوی. قشنگ اینه کارتونش داره تکون میخوره دیگه. اینو من نمیدونم این کارتونا رو از روی این چیزا ساختن یا نه، دیگه نظر با شماست. قشنگ بر میگرده نگاه میکنه، وقتی یارو رو میبینه انگار حالت میخواد بگه من عروسکم، این خود کارتونش دیگه. توی این ویدیو طرف زنگ در خونهشو میزنن، میره دم در، میبینه هیچکی نیست، ولی انگار یه آدم نامرئی یا یه موجودی یقهشو میگیره میخواد خفش کنه. این دوربین مداربسته اینو داره نشون میده، میبینید داره خفش میکنه، حتی بلندش میکنن رو زمین، ولش میکنه میفته زمین. هیچکی اونجا نیست. این خیلی وایرال شده بود. این طرف کپ کرده از ترس. سری داره میبنده. نکنی اینجا گرفتش، یقهشو گرفته داره بلندش میکنه. منم دارم با اون بلند میشم. نگاه یقه منو گرفته. میبینید این جور ویدیوها خیلی نزدیکتره به واقعیت. اگه مثلا فقط گلوی خودشو میگرفت میگفتیم داره ادا در میاره، ولی از رو زمین بلند میشه. اینجا از رو زمین بلند میشه. یه چند تا از دوستای برادرای افغانمون توی یکی از استانها توی افغانستان، یه قبیله جن به یکی از این دهکده ها، به یکی از این شهرستان ها حمله کرده. شهرستان که نه، یه جای کوچیکیه، حمله کرده و تک تک خونه ها بدون دلیل آتیش میگیرن. بیشتر اون ده اون روستا رو سوزوندن، و فقط میگن زنا و بچه ها میتونن این اجنه رو ببینن. میگن قدوی کوتاهی دارن. من حالا کل ویدیوشو دیدم، یه سری موجود حمله کردن، همون اجنه، به قول خودشون اجنه حمله کردن و بدون دلیل یهو توی خونه نشستن، یه جا آتیش میگیره، کل روستا رو به آتیش زدن، باعث شدن هر کی اونجاست از اون روستا فرار کرده و داره مهاجرت میکنه. سلام آقا پویان، حالت خوبه؟ سلامتی. توی جوزجان توی افغانستان، بعد یه چند وقتی خونه ها به خودی خود آتیش میگیره. این بنده خدا اهل همونجاست، خودی خود آتیش میگیرن و مردم هی همه مواظبن تا که آتیش میگیره و کجا آتیش میگیره، بشکه‌های آب آماده کردن تا خاموش کنن آتیشو، میگن کار اجنه و این حرفاست. بعد اینجوری که من فهمیدم دو میبینن یه سری مثلا تفنگ دارن، نمیدونم موی بلند دارن، یعنی موی بلند دارن و من فهمیدم میگن فقط این آدم بزرگا نمیبینن، آدم بزرگا زن و بچه ها میبینن، فقط زن و بچه. بعد چند وقتی یک سر خونه آتیش میگیرن و مردم خیلی هاشون دارن کوچ میکنن، از اونجا مولا و آخوند هم آوردن. آقا پویا اونا زیاد سردر نیاوردن و بعد گفتن ما میریم مثلا اونی که از کابل اومده، اون شیخ و مولا و اونی آخوندی که از کابل اومده یا مثلا از اون یکی شهر اومده، اینا گفتن حالا ما میریم از اونجا تحقیق میکنیم فلان اینا، ولی هیچ کدومشون دقیقا سردر نیاوردن جریان چیه. به این خاطر جمع کردن رفتن گفتن آقا ما از اونجا میریم توضیح میدیم، به خاطر اینکه اصلا نفهمیدن چی به چیه، چرا خونه ها یه دفعه آتیش میگیره و مثلا همه مردم مجبور به کوچ کردن شدن و فلان اینا. این اتفاقیه که توی یکی از روستاهای به اسم جوزجان توی افغانستان افتاده.
خب رفقا دمتون گرم، مرسی که تا اینجا با من همراه بودید. امیدوارم که از ویدیو خوشتون اومده باشه. حتما یادتون باشه که دکمه لایک رو بزنید، این بزرگترین حمایته. اگرم تازه هستید تو این کانال، اون پایین دکمه سابسکرایب رو بزنید، زنگوله بغلش هم فعال کنید. اینستاگرام منم جفتش این بالا میاد، حتما فالو کنید. اونجا هم یه سری استوریا، یه سری چیزا میذارم. آها، یه ویدیو گذاشتم توی تلگرام، برید ببینید. همین الان طرف واکسن زده 3 دوز، بعد رفته حجامت کرده. اصلا توی یوتیوب که اصلا نمیشه گذاشت، توی اینستاگرام نمیشه گذاشت، توی کانال تلگرام گذاشتم. برید اونجا ویدیوهای ممنوعه راحت میتونم بذارم. ببینید این بیچاره وقتی که حجامت کرده، ببینید چی از بدنش میاد بیرون، اصلا کپ میکنید. حتما برید توی کانال تلگرام، هم توی توضیحات هست لینکش، هم توی اینستاگرام لینکش هست. برید کانال تلگرام پیدا کنید، بزنید اونو ببینید. دمتون گرم، روزگارتون خوش. من پویا هستم و زنده باد ایران.